آمین. شناخت درست و کامل دلیل اعتماد و یا حتی بی‌اعتمادی ما نسبت به شخص، مکان، موجود، موجودیت خواهد بود و این اصل گذشت از این هستش که به ما میتواند قدرت تصمیم گیری بده. وقتی ما شناخت درست داریم، پس قدرت تصمیم گیریمون بالا خواهد بود و نه تنها قدرت تصمیم گیری ما رو تقویت میکنه، بلکه به ما امید میده و ما رو مقتدر میکنه تا بتونیم نسبت به اهدافی که در پیش داریم موفق و پیروز باشیم. برای مثال اگر میخواییم فروشنده خوب و موفقی باشیم، میباید از انتخاب و رأی مشتریان خود نسبت به کالا و یا برندی که در اختیار او قرار میدیم آگاه باشیم کاملا که او چی میخواد و از نوع سخنان و نگاهش و حتی چشم انداز او با خبر باشیم که چه چیزی رو در نظر داره برای انتخاب. و در این صورت هستش که ما میتونیم هم فروشنده خوب و هم بیزینسمن خوبی باشیم توی امور کاریم. اگر میخواییم والدین خوب و حکیم و نمونه برای فرزندان خودمون باشیم، مسلماً میباید نسبت به دوران سنی فرزندانمون نیز و احساسات اونها، تفکرشون، شرایط هورمونی آنان و مهارت‌ها و استعدادهای اونها این آگاهی رو داشته باشیم که در هر سنی دست یاری به اونها بدیم برای یک تعلیم و تربیتی درست در امور زندگیشون. همه ما این تجربه رو داریم که در زمان نیاز نزد کسی میریم که یک تجربه خوبی از اون یافتیم، خاطره خوبی از اون داریم. در غیر این صورت نزد اون شخص در زمان نیاز نمیریم. به طور خاص اگر مریض باشیم، سعی میکنیم با پزشکی روبرو بشیم که در گذشته درمان او رو توی امور زندگی خودمون و یا نزدیکان دیدیم، یک تجربه خوبی داریم که اون به موقع میتونه ما رو درمان کنه. پس این کشش و این میل به راحتی در من ایجاد خواهد شد که نزد اون پزشک برم. همان گونه که کودکان ما در زمان آزار و آسیب توی جمعی، توی فامیل، توی دوستان، توی خانواده اگر بودن، برای اینکه آروم بشن، تسلی بگیرن، با توجه به اینکه خاله و عمه و دایی و حتی خواهر و برادر بوده، اما اونها صلاح دیدن نزد والدینشون برن، چون به تجربه نسبت به محبت اونها، دلسوزی اونها، دقت اونها، اینها فرزندان نیز این رو درک کردن که اونها هستن که میتونن آرومشون کنن و کمکشون کرده باشن. بنابراین موضوع شناخت و آگاهی درست برای زندگی انسان بسیار پر اهمیت است. همون گونه که برادر عزیزم گواهی داد و همچنین دخترش کیانا جان گواهی دادن، این یک تجربه است. زمانی که هفته گذشته با هادی جان صحبت میکردم در رابطه با موضوعش و دعا کردم، خب من خداوند با قلبم صحبت کرد که بهش بگم تو نجنگ، چون به من ثابت کرد که بعد از اون هیچ چیز اتفاقی نیفتاده. حتی شخص وقتی که من به ماشینش زدم اومد گفت چیزی نیستش، اصلا احتیاجی نداره، ولی خب مشخصات همدیگه رو گرفتم. ولی بعد از این که شکایت کرده و ایشو خب دلهوره و ترس در وجودش بوده، اما هادی جان و زری جان مثل ماها که تجربه کردیم محبت مسیح رو، این عزیزان نیز محبت مسیح رو به نوعی دیگه تجربه کردن. برای همین وقتی یه کسی من میگه بعد از اون ممنون دعا کردی، میگم خدا رو شکر برای مسیح و برای قلب و ایمان خوبت که پشتوانش یک شناخت بوده. پس شناخت به ما کمک میکنه که ایمان ما تقویت بشه و توی جایگاه درستی قرار بگیم، حتی نسبت به هم دیگه. ارسطو نیز اعلام میکنه برای دوام دوستی باید برتری و ارزش یکدیگر را بشناسیم. به طور خاص در رابطه با موضوع دعا،
شناخت خدا برای کسایی که میخوان دعا بکنن بسیار مهم است، چرا که کمکشون میکنه که آنچه را که اراده خدا هست و اون محبت خدا براشون آشکار میشه و اون آنچه را که میخوان نیز قبل از این که بخواد انجام بشه در ذهن و فکرشون پدید بیاد. ایوب و دوستانش یک شناخت نسبی و نه کامل نسبت به خدا داشتن، اما با همین شناخت اندک از محبت خدا، ایوب در فصل کتاب ایوب 13-15 اعلام میکنه که اگر بر اثر این مریضی و رنج کشته شوم بازم منتظر خداوند خواهم بود. مسلما کسی که خدا رو خوب میشناسه، که خدا ذاتش محبت هست، هرگز نمیپذیره دلیل رنجهاش و سختیهاش خداست. هرگز نمیپذیره. به موضوعات یه شاید نسبت بده ولی خدا رو دلیل نمیدونه. اما حتی اگر کسی اینگونه فکر کنه، چون خدا رو میشناسه، چون عاشق خدا هست، ایمان داره مطابق رومیان 8:28 این مشکل و این سختی به چی تبدیل میشه؟ به خیریت تبدیل میشه. اصلا معنای عشق همین هست. آیا شده تا حالا کسی رو دوست داشته باشی؟ در این دوستی، در این عشق، در این محبت انگار داره شما رو هم اذیت میکنه، ولی انگار شما اون اذیتش هم دوست داری، چون عاشق هستی. اگر این رابطه با خدا این گونه باشه، هرگز نسبت به مشکلات و سختی هایی که تو زندگی میاد از خدا نخواهیم رنجید. مولوی اعلام میکنه ای یار نیکوی من، آن یار نیکوی من بگرفت گلوی من، گفتا که چه میخواهی؟ یه تصور بکنید دیگه که یه نفر رو دوست دارید، حالا گلوی شما رو هم گرفته. گفتا که چه میخواهی؟ گفتم که همین خواهم. گلوشو گرفته ولی بازم دوستش داره، داد نمیزنه، فریاد نمیزنه. زمانی که ما خدا رو میشناسیم و عشق خدا رو نسبت به خودمون میدونیم، مسلماً تو سختی ها و بدی ها هرگز به خدا اعتراض نخواهیم کرد. باز یکی از دوستان ایوب در کتاب ایوب 33:26 از شریف میکنم اعلام میکنه هر وقت به حضور خدا دعا کند، چه کسی؟ کسی که خدا رو میشناسه، نه کسی که فقط خدا رو دوست داره. کسی که خدا رو میشناسه، هر وقت که به حضور خدا دعا کند، خدا دعایش را میپذیرد و او با شادمانی در پیشگاه او حضور می‌یابد و خدا سعادت گذشته‌اش را به او باز می‌گرداند. آنچه را که از دست داده، مریضی پولی بوده، کارش را از دست داده و هر چی که از دست داده. و گواهی کتاب ایوب همین است. ایوب 42:10 نیز اعلام می‌کنه چون ایوب برای اصحاب خود، یعنی دوستان خود، دعا کرد، برای کسایی که اطرافش بودن، خداوند مصیبت او را دور ساخت و خداوند به ایوب دو چندان آنچه پیش داده بود عطا فرمود. مطابق مزمور 21:3 میگه نسبت به آرزوهای دل تو سبقت میجوام. و برای همین ایوبی که عاشق خداوند بود، خداوند دو برابر اون رو به ایوب. آیا ایوب تو چه شرایطی بود، در چه وضعیتی بود که ما میبینیم میتونیم بگیم اون عاشق خدا بود؟ ما در کتاب ایوب میخونیم که در بحرانهای مالی ایوب تو بدترین شرایط بود. چرا؟ چون هر آنچه که داشت دست داد. در جفاها تو بدترین شرایط بود، چون دوستانش هم که اومده بودن برای اون دعا کنن، با صحبت‌هاشون زخم زبون به اون می‌زدن و باعث رنج او شده بودن. در مصیبت‌ها فرزندانش را از دست داد. حتی همسر او ایوب رو توی جفا قرار داده بود. چرا که به ایوب می‌گفت
ایوب خدا رو لعنت کن تا بمیری و راحت بشی. در مریضی ها که همه به خوبی میدونیم که ایوب تو بدترین شرایط مریضی قرار میگیره، طوری که سنگ های تیز رو بر میداشته و برای خاراندن بدن خودش به بدنش میکشیده تا بخارونه و میرفته روی زغال و خاکستر داغ میشسته تا بتونه این کرمایی که از بدنش میاد بیرون بیان بیرون بمیرن. پس توی بدترین شرایط ایوب هست، اما شناختی که ایوب از خدا داشت باعث نشد که ایوب از خدا دوری کنه، اما قوت قلبش این گواهی رو میداد که خداوند حتما به داد او میرسه، به داد غمهای او میرسه. و به جای اینکه کفر بگه، به جای اینکه شک کنه، به جای اینکه غر بزنه، به جای اینکه یکی دیگر رو تقصیر کار کنه توی زندگی خودش، فقط میگه من منتظر خداوند میمونم حتی اگر کشته شم. میتونیم اینو بگیم نسبت مشکل و سختی بود؟ یه لحظه به سختی ها و مشکلاتت فکر کن. آیا قلبت گواهی میده که بگی خدایا حتی اگر آنچه که نیاز دارم به من نمیدی، رفع مشکلم هم که نشه، من منتظر تو میمانم؟ اگر حقیقتا قلب تو چنین گواهی رو میده، مطمئن باش که تو خدا رو خوب میشناسی. داوود پادشاه در مزمور 37 4 الی 5 اعلام میکنه در خداوند تمتع ببر. تمتع میدیم یعنی لذت بردن، خوش بودن. میگه وقتی میری در حضور خدا لذت ببر. حالا شما میگی من پر از درد و رنجم، الان تو استرس هستم، تو استراپ هستم، الان یه مشکل بدی برا من پیش اومده، من چگونه میتونم در حضور خدا برم و لذت ببرم؟ اگر او رو بشناسیم راحت خواهد. در خداوند تمتع ببر، پس مصلحت دل تو را به تو خواهد داد. پس با غر و شکایت مصلحت دلت رو هرگز نخواهی گرفت. طریق خود را به خداوند بسپار. همان گونه که خدیجه عزیزم گفت میخواستم زنگ بزنم با اون طرف صحبت کنم، اما به یاد آورد که من توی رویا دیده بودم که ایشون باید بسپار تو دست خدا، به طریق خدا عمل کنه و خداوند او رو دستگیری کرد. همان گونه که همه ما به نوعی این گواهی رو داریم، طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهی داد. پس اگر ما شناخت خدا رو داریم، خدا رو خوب میشناسیم، مسلم بدونیم عزیزم به خیالات باطل نمیریم. فکر نمی کنیم که حالا من خودم یه وکیل بگیرم توی این مشکل این کار رو انجام بدم، حالا اگه من برم دروغ بگم این حرکت رو انجام بدم، و یا برم جاهای دیگه فکر خودم رو مشغول یک موضوعات دیگه کنم برای رفع این مشکل. و خیال بافی هایی که معمولا مذهبیون این کار رو انجام میدن، شخصی از سر کار میاد توی خونه، میره تو آشپزخونه یه نگاهی میکنه، میگه نه خوراکی نه چیزی هستش، میره کنار دیوار میشینه، محکم سرش میزنه به دیوار، میگه ای خدا این چه زنیه که من دارم، خوراک برای من درست نکرده. یه خورده راه میره بعد میگه من اصلا زن ندارم. اگر ما خدا رو خوب نشناسیم، متاسفانه تصویر اشتباهی نسبت موقعیت هایی که توی زندگی ما پیش میاد خواهیم داشت. کتاب مقدس کاملا نامه عاشقانه خدای پدر بر مخلوقین خود که فرزندان او میباشیم هستش. یعنی ما متعلق به خدا هستیم. میتونیم بگیم من متعلق به خدا هستم؟ پیام کلام خدا اینه، من متعلق به خدا هستم نه شیطان. اینو اعلام کن، نه شیطان، نه مرگ، نه رنج، نه فقر، نه تنهایی، نه ناامیدی، نه مریضی، نه اعتیاد، نه جدایی و طلاق، نه ترس و نه جنگ، نه خشم و نه افسردگی. اون موقع نشون میده که حقیقتا شما خدا رو میشناسید.
که مال او هستید، متعلق به او هستید. فقط خدا دوست نخواهید بود. شاعر اعلام میکنه: به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار و وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز و آغاز هاست. شعرهای ما وقتی درباره خدا صحبت میکنن، مسلماً تو اون حال و هوای طبیعی نیستن. حقیقتاً وقتی در حضور خدا رفتن، این قوت خداوند بهشون میگه که به درستی درباره او سخن بگن. در کتاب اشعیا 43:21 میخونیم که اعلام میکنه این قوم را، که منظور درست داره با قوم اسرائیل صحبت میکنه، اما در اصل قوم اسرائیل یک نمونه هست از آن چرا که خدا در نظر داشته، اما مخاطبش همه مردم جهان هستند، به طور خاص آنانی که به مسیح ایمان آوردن. این قوم را برای خود ایجاد کردم، پس ما مال خدا هستیم، تا تسبیح مرا بخوانم، با من رابطه داشته باشن، با من در مشارکت باشن. درسته که به عادت ما دعا را برای نیاز میگیم، متاسفانه بیشتر از اوقات در حضور خدا، ولی خدا انسان را آفرید تا ما با اون مشارکت داشته باشیم و در حضور او تمتع ببریم، لذت ببریم. چگونه؟ چگونه است که شما توی طبیعت وقتی که وارد میشید، کوه و دشتی رو میبینید که به دلتون میچسبه، لذت میبرید. چی میگید شما اونجا؟ حتی بعضی اونجا شعر میگن، بعضی اونجا شعر میخونن، شاد میشن. با سن بالا مثل بچه ها دوست دارن بپرن بالا بپرن پایین، خیلی خوشحال میشن. شما وقتی یک ماشین رو میبینید که این ماشین مدل بالا زیبا هستش، لذت میبری. از یه ماشین لذت میبری، از یه خونه زیبا لذت میبری، بعد میگه کاش این خونه رو من داشتم. چقدر بیشتر وقتی که من و شما با شناخت درست در حضور خدا میریم، جلال خدا رو میبینیم اونجا و لذت میبریم، و چون لذت میبریم وجود ما پر از شادی و قوت خواهد شد و به ما این آرامش رو خواهد داد. این روشی هستش که خداوند میخواد ما در حضور او داشته باشیم. در کتاب ارمیا 31:3 اعلام میکنه با محبت ازلی تو را دوست داشتم، یعنی از ابتدا من تو را دوست داشتم. در محبت ازلی چی بود؟ میتونیم یک دو تا جواب بگیرم؟ در محبت ازلی خدا برای انسان چه چیزی رو در نظر داشت؟ جان، نمیریم، شکل خدا بشیم، قدرت و توانایی داشته باشیم، در آسمان، بر اعماق دریا، بر روی زمین تسلط داشته باشیم و در به شباهت خدا روش کنیم، کامل بشیم. در کتاب پیدایش کجا گفته خدا جهنم رو آفرید؟ کجای کلام خدا میگه خدا جهنم رو آفرید؟ هر آنچه که درباره جهنم شنیدید، هر چی شنیدید، از آنچه که شنیدید بدونید وضع خیلی بدتره، ولی خدا نیافریده. همه اونها تشبیهی از جهنم، ولی خدا نیافریده. دوری از خدا جهنمه، چون من و شما از آغوش خدا آمدیم، خدایی که اعلام میکنه من بابای شما هستم. چون از آغوش اون اومدیم، هرچی از اون دورتر میشیم بیشتر آسیب میخوریم. پس در ابتدا خداوند با عشق و محبت من و تو را آفریده. وقتی در حضورش میریم رو به یاد داشته باش. با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت، به فیض، به محبت، به طور خاص وقتی مسیح ایمان میاری، با فیض، از فیض به فیض هست. وقتی میری در حضور خدا مطمئن باش، نه شایستگی من و توی، بلکه لطف خداست، لطف بابای. در کتاب اشعیا میگه مثال مادر رو میزنه، لطف مادره، انقدر تو رو دوست داره، انقدر عاشق تو هستش. با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم، یعنی کشیدمت. نه اینکه فقط گفت، میگه دستای تو رو کشیدم. شده شما مثلا در خونه یه نفر میدید از این طرفای شاب دلزیه، میگم بفرم در خدمتتون باشیم، بفرم نهار شما رو توی یخچال همین چی نیستش، خانم هم هیچی درست نکرده، بفرمایید. شده این طرفا؟ نه این طرفا مال ما ایرانی ها نیستش، این مال آمریکایی هست. ولی خدا اهل تعارف نیست. خدا دستای تو رو میگیره، میگه بیا توی ملکوت من،
جدا نشو از ملکوت من. حتی زمانی که گناه میکنی و اشتباه میکنی، از ملکوت خدا وارد ملکوت شیطان شدی و شیطان داره تو دلش غنج میزنه، میگه آخ جون من دوباره یکی از فرزندان خدا رو گرفتمش، آوردمش توی گناه. خدا هنوز داره صداد میکنه، پسرم دخترم بیا اینجا. هی داری ملزم میشه به توسط روح القدس، بیا توی ملکوت من. ولی همین که میخوای بری، شیطان وای میسته دم دروازه. موقع ورود اصلا وای نستاده بود، اما موقع خروج وای میسته تو دروازه، میگه کجا اومدی لذتتو بردی تو گناه، خواهی کجا بری بهاشو بده. نه من توبه میکنم، خداوند گناه منو تو رو میبخشه. ولی از اون دروازه دوباره میخوای رد بشی، اون میگه بهاشو بده، شیطان ولت نمیکنه دیگه، میاد آرامشتو میگیره، میاد دوستاتو میگیره، میاد کلیساتو میگیره، میاد کارتو میگیره، میاد برکتی که خدا بهت داده رو میگیره. پس هوشیار باش، اگر خدا رو میشناسیم از ملکوت خدا جدا نشو، از کلیسای مسیح جدا نشو، از مشارکت با مسیحی ها جدا نشو، چون شیطان اونجا برای تو برنامه داره. موقع ورودت خوش آمد میگه، اما موقع خروجت اجازه نخواهد داد. در شناخت خداست که ما محبت ازلی او رو درک میکنیم، اما سوال اینجاست، اما چه کسی هست که میتواند به خدا نزدیک شود تا از او برای ما بگوید؟ یعنی از خدا برای ما بگه. موسی رفت در حضور خدا، 40 شبانه روز در حضور خداوند بود. حتی میگه کلام خدا صورت او میدرخشید. قوم اسرائیل دیدن موسی به توسط خداوند معجزات بسیار بزرگی رو انجام داد، اما این دلیل نشد که قوم خدا، قوم اسرائیل خدا رو بشناسن. و متاسفانه نشناختن. میدونید چرا؟ چون میخواستن موسی رو سنگسارش کنن. اگر شناخته بودن هرگز موسی رو سنگسار نمی کردن. پس این نیز دلیل نشد که قوم اسرائیل خدا رو بشناسن. بنابراین آدمی برای داشتن ایمان پایدار و زنده احتیاج به کسی داره که از نزد خدا بیاد، از ذات و محبت خدا با ما سخن بگه و از شرایط ملاقات ما با خدا سخن بگه و این رو امکان پذیر بکنه که امکان داره من و شما به حضور خدا برسیم. لزومی نداره بین من و شما انسان دیگه‌ای، حتی کشیش و اسقف باشه. حتما خادمین خدا مس خدا رو دارن، عطایایی دارن که خدا به اونها داده. اما خدا میخواد تو رو ملاقات کنه. توی خونت در حضور خدا برو، ولی کلیسا رو برو. این بر این نیست که کلیسا نری. چون مسیح گفت کلیسا خانه من هستش. کلیسا رو مسیح بنا کرده. و ما قادمین هستیم، اما خدا میخواد با تک تک ما ملاقات داشته باشه. مدت ایمانت مهم نیست، یک روزه، 10 ساله، کشیش هستی نیستی، در هر جایگاهی هستی، اما اون شخص کیست؟ در انجیل یوحنا 17:23-26 میخونیم، اعلام میکنه عیسی مسیح، میگه من در ایشان، داره به خدا میگه، در است ایشان رسولان هستم، من در ایشان و تو در من، تا در یکی کامل گردید و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی. ای پدر، میخواهم آنانی که به من دادی، مانند شماها که مال مسیح هستید، به مسیح ایمان آوردید، رها شدید از گناه، رها شدید از دست شیطان، متعلق به خدا هستید، آنانی که به من دادی با من باشند در جایی که من می باشم، یعنی در حضور تو خداوندا، تا جلال مرا که به من دادی ببینند، زیرا که مرا بیش از بنای جهان محبت نمودی. در حضور خدا، در ابتدا آدم و حوا هم محبت نمود، اما آدم و حوا نتوانستن در اون محبت بمانن، چون هنوز خدا رو خوب نشناخته بودن. ای پدر عادل، جهان تو را نشناخت، اما من تو را شناختم. به نوعی داره میگه اسرائیل هنوز تو را نشناخت، مگر اونها که مسیح ایمان آوردن. تعارف نداره. هرگز مطابق کلام خداوند اسرائیل رو نباید لعنت کرد، بلکه اسرائیل رو باید برکت داد، برکت خواهی داره.
حدود 2-3 ماه پیش یکی از نزدیکان ما ناخودآگاه ناخواسته ایمانداره توی ایران میگه من توی بیمارستانی بودم، اونم بستری بوده، میگه توی اون بیمارستان دیدم همش میان بالای سر مریضا هی داد میزنن میگن خدایا مسلمانان جهان را شفا بده، عباس هم شفا بده. اون یکی تختم همینو میگه. اون گفت راستش من گفتم این چه کاریه، مگه انسانهای دیگه از طرف خدا نیستن؟ حتی خب ایشون ایماندار هستش، سن بالایی هم داره، خیلی هم تعلیم نگرفته که آگاه باشه. با اون قلب سادهش میگه من یه دفعه داد زدم خدایا اول اسرائیلی ها رو شفا بده و بعد منو شفا بده. من اینو نمیخوام تعلیم بدم، اون کلام خدا میگه اسرائیل رو که برکت میدی تو برکت خواهی گرفت. اسرائیل یعنی فرزند خدا. البته باز من کاری به پلیتیک ندارم، به این اسرائیل ندارم. و این شخص میگه وقتی که من اینو گفتم فضای اتاق یه دفعه ساکت شد. گفت الان یکیشون یه اعتراضی میکنه، گفت یه بقیه گفتن اتفاقا این کار درسته، ما باید برای اونام دعا کنیم. خب هیچ اتفاقی نیفتاد، ولی دکتر که من گفته تا تو 3 ماه دیگه خوب نمیشی، من همون لحظه خوب شدم و شفا گرفتم. و این رو بدید، کلام خدا میگه حتی برای دشمنان خود دعا کنیم. و اینها شناختند که تو مرا فرستادی، یعنی شاگردان، یعنی رسولان، یعنی من و شما، و اسم تو را به ایشان شناسانیدم. و فقط عیسی مسیح هست که خدا را به ما شناخت، هیچ کس نتونسته خدا را به ما بشناسونه. و خواهم شناسانید مطابق انجیل یوحنا 3:16 که خدا انقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسر خود را داد تا هر کس بر او ایمان آورد حیات یابد و هلاک نشود. تا آن محبتی که به من نمودی، یعنی در حضور خودت، در ایشان باشد، اینها هم تجربه کنند که خدایا در حضور تو بیان، با شناخت درست در حضور خودت بیان و من نیز در ایشان باشم. و وقتی شناخت درست از خدا داریم، تعریف درست از خدا داریم، مسلماً قلب ما، احساس ما، فکر ما کاملا این هست وقتی زانو میزنیم که بهترین برای من انجام خواهد شد، عشق خدا نصیب من خواهد شد. فریدون مشیری زیبا میگه، اعلام میکنه آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری. نمیدونم برای خدا گفته، برای معشوقش گفته، ولی درست گفته. وقتی آدم این نفر رو میشناسه، کاملا میشناسه، بهش این اعتماد رو داره. آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، بی سبب نیست که در گنج دلم جا داری. توی قلب ما نیز میتونه خدا اون موقع قرار بگیره و به توسط روح القدس ما چقدر بیشتر میتونیم خدا رو بشناسیم. از این رو کلام خدا میگه از روح پرشید، چون شخصیت ما شخصیت مسیح خواهد شد. غلاطیان 5:22 اشاره به این میکنه که 9 ویژگی یک انسان سالم به توسط روح القدس به تمام طالبان داده خواهد شد. و همچنین در دوم اول قرنتیان باب 12 نامه افسسیان 4 و بسیاری از قسمت‌های عهد جدید اشاره به عطایایی میکنه که توی خدمت به ما کمک میکنه، که یکی از خدمات ما همین دعا میتونه باشه که ما دعا کنیم برای مریضان و شفا یابن. شبان عزیزی که در ایران خداوند رو خدمت میکرد، یک روز با من صحبت میکرد سر خدماتش، گفت به من گفتن همسایه‌مون که همیشه منو از اون میترسوندن که احتمالاً این جاسوسه، این اذیتت میکنه، مواظب باش، این مریضی خیلی بدی گرفته و امروز فرداست که بمیره. و میگه خب ما خیلی زیاد رابطه نداشتیم چون نمیخواستم بهونه دستش بدم، روی کنجکاویایی که بعضی موقع ها میکرد چه کار میکنی، خونت کی میاد اینا. میگه ولی داشتم دعا میکردم برای اون، روح القدس گفت بلند شو برو دعا کن تا شفا یابه. خدایا چجوری میشه؟ نمیدونم اونجا برم، افکار مثل اونم زیادم بالا سرش، ولی میگه حرکت کردم. وقتی رفتم دیدم اتاق پره، همه دارن گریه زاری میکنن و اینم همینطور نشسته یه حالت نیمه جون که میگه تو این یکی 2 ساعته مثلا برفرض آخرین لحظه هستش فوت کنه. میگه روح القدس منو ملزم کرد، گفت بگو همه ی افراد از توی اتاق غیر از پسرش بمونه. میگه وقتی گفتم همه ناراحت شدن، آقا یعنی چی؟ گفت من میخوام یه دعایی بکنم فقط بعد پسرش بشه. گفت اول همه مخالفت کردن، پسرش هم اومد گفت ببینید
پدر من که تا یک ساعت دو ساعت دیگه به گفته پزشک فوت میکنه، برای شما مشکل ایجاد میکنه، میخواد چیکار کنه؟ گفت همه گوش کردن رفتم بیرون. گفت منم بایدم دعا کنم. گفت دعا نکن، تو دعا کردی اجابت شد. تو بگی محبت منو نمیشناسی، دست این مریض رو بگیر بلندش کن. گفت دستشو گرفتم، اسمش رو صدا کردم، گفتم خدا میگه تو باید از جات بلند شی، خدا تو رو شفا داده ولی تو باورت نمیشه. گفت مگه میشه؟ من خیلی گناهکارم. گفت هرچی گناهکار باشی باز نمیدونی محبت خدا ماورای گناهان تو هست و اون رو خفه خواهد، اون گناه رو پوشش میده. و میگه اون شخص بلند شد، قدم زد، فامیلا اومدن گفتن آقا چه کار داری میکنی؟ اگه قرار دو ساعت دیگه بمیره، ده دقیقه دیگه میمیره. گفت همینطور قدم زد قدم زد، شب ترخیصش کردن رفت خونه. اگر عطایا رو خداوند میده برای این هست که ما محبت خدا رو بیشتر درک کنیم و بدونیم که تو جایگاه نیست میباید بیستیم. ثمره شناخت خدا به توسط مسیح و کاری که او روی صلیب انجام داده نه تنها نجات و رستگاری هست، بلکه باعث امید، صبر، آرامش، شادی، حکمت خواهد بود. دور از هر واکنش تو، هر حرکتی که میتونه دشمنی ایجاد کنه، حتی در برابر بدی ها، حتی در برابر دشمنی ها. در رومیان 12:21 میخونیم، اعلام میکنه مغلوب بدی مشو. ولی غیر ممکنه. اگر محبت خدا رو نشناسیم، ما هرگز دهانمون رو نمیتونیم تعلیم بدیم که به دشمن خودمون لعنت نفرستیم. هرگز نمیتونیم دهان خود رو تعلیم بدیم که برای اون کسی که ضد ما بوده ما ضدش نباشیم. مغلوب بدی مشو، بلکه بدی رو به نیکویی مغلوب ساز. اما چگونه؟ بازم در حضور خدا، بازم بریم دعا کنیم. خداوند برای ما خیلی سخت نگرفته. مزمور 109:4 اعلام میکنه به عوض محبت، این نویسنده داره این رو میگه، شاید سخن دل خیلی از ما هست، میگه به عوض محبت با من مخالفت میکنند، یعنی دشمنی میکنند. آیا شاید تو زندگیتون شما یه نفر رو محبت کنی و اون دشمنی کرده باشه؟ ایرانی ها که خیلی از این قصه داره. میگه به عوض محبت من با من مخالفت میکنن، اما من دعا میکنم، چرا که چشیده که محبت خدا بیشتر از اون مخالفت اونها عمل خواهد کرد و قوت قلب اون خواهد بود. باز شاعر اعلام میکنه خداوندا تو خود گفتی. قبل از اینکه میخوام اینا تو پرانتز بریم، وقتی که با ما در برابر محبت مخالفت میکنن چه اتفاقی برای ما میفته؟ میگیم دلمون شکست، دل شکسته میشیم. کلام خداوند میگه خدا در کنار شکستگان هستن. اکثر باورمندانه به خدا به این نیز باور دارن، اما این رو نیز ما در حضور خدا باید کسب کنیم. میگه خداوندا تو خود گفتی که در قلب شکست خانه داری، شکست قلب من جانا به عهد خود وفا کن. وقتی دلت میشکنه برو در حضور خداوند و به یاد خدا بیار. از این رو هستش که بسیار مهمه برای شناخت خدا هر روز خوراک روحانیت رو قسمتی از کلام خدا بزن. صبحگاهان با کلام خدا زندگی تشن، شامگاهان کلام خدا رو یه قسمتی بخون و بعد بخواب، چرا که وعده های خدا به یاد تو میاد و زمان حملات، زمان مصیبت ها، زمان درد ها، زمان جفا ها هستش که همون ورده ها رو میتونی به حضور خداوند ببری. شناخت خدا که محبت هست، که مرا دوست دارد، بهترین را برای من نیز مهیا خواهد کرد و من را آماده میکنه برای زندگی بهتر، قوت قلب من خواهد شد که با دلیری به حضور خداوند برم. آمین. آمین که یه نفر رو که دوست داریم با دلیری میدیم حضورش. ولی اگر یک نفری که دوستش داریم که میدونیم اونم عاشق ما هست، ما رو دوست داره، ما میدویم. برای دعا باید دلیر بود و باید دوید در حضور خداوند. آیا همه بروشور داریم؟ عزیزانی که بروشور ندارن دستاشون بره بالا، براشون بروشور بیارن. بریم با هم دیگه نامه عبرانیان 4:16 رو داشته باشیم. نامه عبرانیان 4:16
توی بروشوراتون هستش. میکروفون رو لطفا سپاس گذارم. گاهی ما میریم در حضور خداوند، آماده هستش؟ مرسی، بس بدنم بد هست. نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم. آمین. و فیضی را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت کند. یعنی آمین. اون لطف خدا. آمین. میتونید برای آیه دست بزنید. آیه ثابت درس ما هستش. گاهی ما وقتی بریم در حضور خداوند، یا خودمون رو نالایق میدونیم، بهش سرزنش میکنیم، یا میخواییم با خدای معامله کنیم، نذر کنیم، خداوند تو اینو من میدیم، من این کار رو برات میکنم. عزیزان، این برای مذهب گذشته ما، این برای بکران گذشته ما. ما در مسیح وقتی میریم، فقط خدا عشق من و تو رو میخواد، فقط میخواد که ما در حضور او باشیم. این نیستش که ما به دنبال این باشیم که بر فرض مثال خدا رو از خودمون راضی کنیم و این رضایت ما باعث بشه خدا دعای ما رو اجابت کنه. رضایت خدا کار مسیح روی صلیب بود. رضایت خدا ایمان من و شما هستش. حتما مسئولیت داریم، حتما مسئولیت داریم نسبت ملکوت خدا، ولی هر موقع در حضور خدا رفتی، حتی احساس گناه هم داری، فقط توبه کن، اما با دلیری، همون گونه که این نویسنده داره میگه، اعلام میکنه، به حضور او بریم تا بتونیم حقیقتا آنچه که درست هست رو دریافت کنیم و فکر این نکنیم. گاهی ما فکر میکنیم خب حالا دیگه چاره ای نداریم، آخه ما الان دعا نکنیم چه کار کنیم؟ دکتر جواب کرده، وکیل جواب کرده، دوستان منو دوست ندارم، من غیر از خدا کسی رو ندارم، از اون ناچاری میرم. ولی ما که به مسیح ایمان آوردیم، مسیح چاره ما شد. ما بیچاره نیستیم، ما میدانیم چه کار بکنیم. حوا رو میکنه به آدم، میگه آدم منو دوست داری؟ میگه آره. میگه خیلی منو دوست داری؟ آدم یه نگاهی میکنه این ور اون ور، میگه آخه غیر از تو مگه زن دیگه هم اینجا هست که من دوستش داشته باشم؟ امروز ما مسیح خداوندمون رو داریم و اون هستش که برای ما ایستاده. بریم با هم دیگه انجیل یوحنا 14:1-14 رو داشته باشیم. دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آورید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است و الا خب، به شما سپاسگزارم. درسته که عیسی مسیح داره به شاگردان میگه، چون قبلش میگه من میرم، شاگردان مضطرب بودن، نگران بودن، اما خب اون که قصهش تموم شد رفت 2000 سال. امروز داره با کی صحبت میکنه؟ با ما داره صحبت میکنه. میگه تو مشکلات، تو سختی ها، تو بیپولی، تو تنهایی، تو مریضی، تو ولا تکلیفی، تو هر شرایطی، اجازه نده استراب تو رو بگیره، اجازه نده ترس تو رو بگیره. خدا عاشق توه، خدا بابای توه، بهترین رو به تو خواهد داد. چرا نگران هستی؟ چرا میترسی؟ و این گونه باید در حضور خدا رفت تا بتونی به راحتی اون رو دریافت کنی که خدا برای تو مهیا کرده. بله، میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم، و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد. در اصل این مکان صحبت از اون آرامشه، اون جایگاهی هست که در حضور خدا من و شما باید باشیم. صحبت از این خونه های آنچنانی که اینجا هست، هیچ چیز اون دنیا فکر نمی کنم شبیه این دنیا باشه. همه اینها مثال هست، اما بهترین خواهد بود. بله، تا جایی که من می باشم شما نیز باشید، و جایی که من می روم می دانید و راه را می دانید. توما به دو گفت ای آقا، نمی دانیم کجا می روی، پس چگونه راه را توانیم دانست؟ عیسی به دو گفت من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. خب توما در اصل یک شخصیتی بود صادق، صادق از رو صداقت شکاشو قایم نمی کرد. مثلا برفرض اگه اینجا بودش، من موعظم تموم می شد، یخی منو می گرفت، می گفت بعد از این که تو گفتی من نفهمیدم، به من بگو. چرا که وقتی عیسی مسیح مرد و قیام کرد، گفت من قبول نمی کنم، حرف دلشو زد. و این خوبه، این بد نیست.
چون ریا نکرد، ریاکار نبود. و مسیح نیز از ما میخواد که رک باشیم. سوال داریم بپرسیم، با شک زندگی نکن، چون شک اجازه نمیده که تو خدا رو خوب بشناسی. شک دیواری میشه بین تو و خدا. و اینجا ما میبینیم که تو ما صادقانه داره میپرسه. و چقدر خوب هست که اگر ما سوالی داریم، معلمین در کلیسا هستن، من در خدمتتون هستم، سوالتون رو بذارید جواب بگیرید تا ایمانتون روش کنه. بله، اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید. آمین. و بعد از این او را میشناسید و او را دیده اید. فیلیپوس به وی گفت: ای آقا، پدر را به ما نشان ده که ما را کافی است. عیسی بدو گفت: ای فیلیپوس، در این مدت با شما بودم، آیا مرا نشناخته ای؟ کسی که مرا دید پدر را دیده است. پس چگونه تو میگویی پدر را به ما نشان ده؟ آیا باور نمی کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ پس کاملا داره عیسی مسیح خودش رو معرفی میکنه. کسی که مسیح رو دیده، خدا رو دیده و خدای جسم پوشیده بر روی زمین رو دیده. پس زمانی که ما اعتراف به مسیح میکنیم، اعتراف به خدای زنده میکنیم. بله؟ سخنهایی که من به شما میگویم از خود نمیگویم، لکن پدری که در من ساکن است، او این اعمال را میکند. مرا تصدیق کنید که من در پدر هستم و پدر در من است. و روح القدس این حقیقت رو برای ما آشکار کرد. قبل از اینکه من روح القدس رو بشناسم، قبل از اینکه من با مسیح آشنا بشم، قبل از اینکه انجیل رو بخونم، قبل از اینکه کلیسا برم، در زمانی که خواستم خودکشی کنم، من مسیح رو ملاقات کردم. و ملاقات من با مسیح دلیلی شد که من کنجکاوی کنم و تا به امروز بتونم این خدمت رو داشته باشم. و آن چرا که چشیدم دلیل ایمان من میشه، و چون دلیل ایمان من میشه، حالا توی دنیا هزاران تبلیغ هست بر علیه مسیحیت، بر علیه کلیسا. من کاری ندارم، نمیگم با اونها بجنگیم، هرگز نجنگیم، هرگز نجنگیم. اما لازم هست هر روزه خدای خودت رو بشناسی، هر روزه هدف اصلی از خلقت رو بشناسی، تا مبادا با دو تا سوال، سوالاتی که اول مرغ بود یا تخم مرغ، یه دفعه شک کنی ای چی شد؟ نکنه اینم دروغه؟ پس خوب نشناختیم. اگر ایمان ما پا بر جا باشه، نه به دیگران رجوع خواهیم کرد غیر از مسیح و نه شک میکنیم. باز شاعر اعلام میکنه: شد طبیب من بیمار مسیحا نفسی، تو برو بهر علاج بیمار دیگر. دیگه به درد من امامزاده ها نخواهن خورد، هزار تا صلوات به درد من نمیخوره، حتی اینکه من صلیب بگیرم رو کولم بدم داره مسیح خوشحال بشه به درد من نمیخوره. من فقط اینو یاد گرفتم، پدر من که ذاتش محبت و عشق هست، با تمام وجودش بی نهایت منو دوست داره و من این پدر رو خیلی دوست دارم، عاشقشم، دوستش دارم، با عشق میرم به حضورش، نیازهامو نیز من خواهد داد. بله، و الا مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید. آمین آمین به شما میگویم، هر که به من ایمان آرد، کارهایی را که من میکنم او نیز خواهد کرد. آمین آمین، چرا که در ابتدا میگه که من در پدر و پدر در من و من در شما و شما در من هستید. آمین. و مولوی چه زیبا میگه: اندر دل من درون و بیرون همه اوست، اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست. اینجا چگونه تو این قلب، اینجا چگونه کفر و ایمان گنجد؟ بی چون باشد و چون من و چون همه اوست. همه در وجود من هست از او به توسط روح القدس. و چرا وقتی من در حضور خدا میرم باید با حقارت برم؟ چرا باید با ترس برم؟ چون احساس نمی کنم محبت خدا رو، هنوز نشناختم که وجود من اینک از روح خدا پر هست و اون هست گواهی میده که من پیروز خواهم شد، من شفا میگیرم. برای اون کسی که دعا میکنم، اون نیز بهبود پیدا خواهد کرد. بله، و بزرگتر از اینها نیز خواهد کرد، زیرا که من نزد پدر میروم و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد. آمین. تا پدر در پسر جلال یابد. اگر چیزی به اسم من طلب کنید، من آن را به جا خواهم آورد. آمین آمین. حتی کارهای بزرگتر، بیل گیتس رو همه میشناسیم،
یکی از ثروتمندان دنیا هستش. بیل گیتس وقتی توی یک رستوران میره، گارسون میاد حساب بکنه مبلغی رو که باید میپرداخته، به گارسون 5 دلار میده. شخص به بیل گیتس گارسونی میگه این سه تا میز اونورتر پسر شما به من 50 دلار تیپ داد، تو بیل گیتس هستی 5 دلار میدی؟ میگه ببین اون پسر یکی از ثروتمندترین افراد دنیاست، ولی من پسر یک نجار ساده هستم. عزیزان ما فرزندان خدا هستیم، ما سید نیستیم، ما فرزند امام نیستیم، ما فرزند پیغمبر نیستیم، ما فرزند خود خدا هستیم. پس با دلیری برو در حضور خدا، برای خودت و دیگران دعا کن. فکر و احساس خودت رو از یک تصویر اشتباه بردار که در گذشته بوده. اگر این گونه فکر نکنیم، ما هنوز مذهبیون هستیم و حیفه که از این همه برکتی که خداوند مطابق فیضش به ما داده ما نیز دور باشیم. بریم با هم دیگه نکته دوم رو داشته باشیم. همه بورشو داریم، لطفا چراغ وسط رو روشن کنید، سپاسگزارم. نکته از اول، نکته یک و نکته دوم. فائز جان داریم؟ بورشور همه دارید؟ پس کسی نداره دستش بره بالا. دارید چون بعد خودکارم هستش، میتونید. بله، اجابت دعا نکته یک رو نداریم. اجابت دعا در حضور خدا من. نکته اول رو خب هفته آینده حتما بهش اشاره خواهیم کرد. میگه با ایمان به خدای محبت که مشتاق من هست، من بدونم که خدا عاشق من هست. بسیار مهمه، این رو باید کنار بیای باهاش. اگر شما با این موضوع کنار نیای، وقتی میری در حضور خدا نمیتونی لمس کنی دعات اجابت شده. عزیز باید بدونی خدا تو رو دوست داره، خدا عاشق توست. با ایمان به خدای محبت که مشتاق من هست دعا میکنم. این درسته که اعترافه که هر کسی باید تو دلش بگه، و در اقتداری کامل و تمایلی قلبی، نه ترس، نه مذهب، نه ورد، نه اینکه بابا بزرگم چی گفت، بابام چی گفت، آخوند محله چی گفت، کشیش چی گفت، نه، من خودم تجربه کردم، از تجربه و دانش خودم استفاده کنم. در اقتداری کامل و تمایلی قلبی آنچه که اراده خدا می باشد را می پذیرم. آمین، هاللویا. هر کسی اینو میتونه توی دل خودش بگه. شاعر میگه خوش آنان که با عشق آشناین. آشناین با عشق نه، من فکرم همه ما بالاخره یه جوری عاشق شدیم. حالا بعضی ها که میگن عشقی، مثلا میگه عشقیه، طرف عشقیه، همه چیز داره، پرنده دوست داره، ماهی دوست داره، کفتر دوست داره. خوش آنان که با عشق آشناین، به درد عشق هر دم مبتلاین. اصلا عاشقن دیگه، همه چیز دوست دارن، اهل قرم نیستن، یعنی وارد هر کجا میشه آه این چقدر خوشگله، آه اون چقدر خوبه، اون چه زیباست، این چه خوشروه، همش این گونه صحبت میکنه. خوش آنان که با عشق آشناین، به درد عشق هر دم مبتلاین. به دست آوردن زلف حقایق، به حق از دست کفر و دین رهاین. مثل ما لا مذهب، به جان دشمن و هم دوست در دل، مسیحدار مشغول دعایند. میگه خانه خدا مکان دعاست، خانه دعاست. خانه خدا کجاست؟ ای به حج رفته کجایی؟ کجایی؟ معشوقه همین جاست. بیاد بدن من و تو مکان خداست، مطابق نامه اول قرنتیان 3:16. مسیحدار مشغول دعایند، نمی کارند درخت ناامیدی، اگر یک عمر در دشت بلایند، قر نمی زنند، اینو اونو مقصر نمی دونند. خدا را خوشتر از این کی توان گفت، خوشا آنان که دائم با خدایند. آمین، هللویا. بریم با هم دیگه آخرین آیه را هم نیز داشته باشیم. اول یوحنا 5:14-15. و این است آن دلیری که نزد وی داریم، که هرچه بر حسب اراده او سؤال نماییم ما را می شنود، و اگر دانیم که هرچه سؤال کنیم ما را می شنود. آمین. پس می دانیم که آنچه از او درخواست کنیم می یابیم. هللویا. این ایمان رو دارید؟ لحظه سرهای خودمون رو خم کنیم. از عزیزان خواهش می‌کنم برای جمع‌آوری هدایا خادمین لطفاً باشن.
و بیایم دعا کنیم. لطفاً با عشق در حضور خدا برید. حضور خدا اینجاست، محبت خدا اینجاست، محبت خدا تو رو داره یاری میکنه، صدای تو رو میشنوه، باهاش صحبت کن. نیازت چیه؟ حاجتت چیه؟ ولی من جای تو باشم از خدا یه چیز دیگه میخوام. در ابتدا، در ابتدا از خدا بخوا که عاشق ترت کنه، بیشتر خودشو به تو آشنا کنه. آمین. لطفا لحظه سرهای خود همچنین عزیزانی که روی اینستاگرام با ما هستن و همچنین روی فیسبوک با ما هستن، تشویقتون میکنم با دعای ما متحد بشید. هللویا. ای پدر آسمانی، خدای قدوس، شکرگزار هستیم خداوند که تو به توسط یگانه پسرت عیسی مسیح حقیقت و محبت خودت رو بر ما آشکار کردی، عشق خودت رو بر ما آشکار کردی. خداوند در کلام تو داوود پادشاه اعلام میکنه مگر انسان کیست که تو به اون نظر کرده، اما خداوند تو اعلام میکنی که خدای قدوس تو انقدر ما رو دوست داری که حتی از مردمک چشممونه خداوند به ما نزدیکتر شدی و مثل مردمک چشمت ما رو دوست داری خداوند. اینک از تو میخوام در نام عیسی مسیح مطابق فیضت عمل کن، قوت تو، روح مقدس تو لمس تازه ای کنه تک تک عزیزانی که اینجا هستن، حتی افرادی که برای اولین بار به خانه تو آمدن، تو با فیضت اونها رو خدا لمس کن، با فیضت اونها رو محبت کن، با فیضت حقیقت خودت رو بر آنان آشکار کنی. خداوند سپاسگزاریم که از کشوری هستیم که تو وعده داده بودی در گذشته که بر قلب ایرانیان سلطنت میکنی. شکرگزاریم که خداوند ای پدر تو با فیض 2500 سال پیش شخصی به نام کوروش رو صدا کردی، به نام صدا کردی تا قوم تو رو رهایی بدی.